حملات 24 ساعت گذشته اسرائیل به لبنان و ترور و کشته شدن سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان. با ما همراه باشید راجع به صحت و سقم این خبر، جزئیاتش و اینکه آخرین وضعیت چه چیزی هست با هم دیگه بررسی ها رو انجام میدیم، واکنش خبرگزاری های مختلف رو با هم مرور میکنیم و در پایان هم اطلاعیه و بیانیه مهم و جنجالی که رهبری ایران سید علی خامنه ای صادر کرده و یه جورایی خیلی ها اون رو تعبیر به شروع جنگ کردن با هم دیگه مرور میکنیم. تا پایان رو با ما باشید. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومد. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب در ادامه تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه، شب گذشته حمله های گسترده ای با بمب های سمگین به بخش های جنوبی بیروت انجام شد. اسرائیل مدعی شده که هدف این حملات ترور سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بود. ارتش اسرائیل اعلام کرده برای این عملیات از 85 بمب سنگرشکن استفاده کرده و ادعا میکنه که سید حسن نصرالله و چند تن از رهبران و نزدیک بستگان سید حسن نصرالله در جریان این حمله به شهادت رسیدن. اما تا کنون هیچ تایید رسمی از سوی حزب الله یا منابع معتبر ارائه نشده. اما با توجه به سکوت حزب الله لبنان، گزارش های زد و نقیض از وضعیت حسن نصرالله در خبرگزاری های مختلف مطرح میشه. در پی این حملات خبرگزاری های مختلف به انتشار اطلاعات متناقض از سید حسن نصرالله و آخرین وضعیت سلامتیش پرداختن. کانال 12 اسرائیل مدعی شده که نصرالله در این حمله به شدت زخمی شده و احتمال زنده موندن اون تقریبا نزدیک به صفر. از سوی دیگه باراک راوید خبرنگار اسرائیلی در توییتی اعلام کرده که ارتش اسرائیل هنوز در حال بررسی هستش که آیا واقعا نصرالله در این حمله کشته شده یا خیر. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ایرانیش گزارش داده که تهران همچنان مطمئن نیستش که وضعیت سلامتی نصرالله به چه شکلی هست و در حال بررسی موضوع هست و اخبار دقیقتری از سلامتی وی در دسترسش نیست. اما خود حزب الله لبنان هم با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به وضعیت دبیر کل خود اعلام کرده که مقاومت در برابر تجاوزات اسرائیل همچنان ادامه خواهد داشت. اما اکثر خبرگزاری ها به این ماجرا واکنش های متفاوتی داشتند. خبرگزاری الجزیره گزارش داده که شواهد حاکی از مجروح شدن نصرالله در این حمله بوده، اما همچنان نمیتونیم به صورت قطعی بگیم که او کشته شده یا نه. کانال خبری کشور اسرائیل هم بر اساس گزارش های مقام های امنیتی مدعی شده که نصرالله در این حمله قطعا کشته شد، اما بیانیه رسمی هنوز منتشر نشد. خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری فارس از خبرگزاری های قدیمی و نزدیک به سپاه و حکومت ایران خبر کشته شدن نصرالله رو تکذیب کردند و از منابع نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کردند که سید حسن نصرالله در سلامت کامل هستش و هیچ خطری اون رو تهدید نمی‌کنه. اما برای تایید نهایی باید منتظر بیانیه رسمی خود حزب الله لبنان باشیم. مقامات ارشد کشورهای مختلف هم نسبت به حملات شب گذشته اسرائیل واکنش‌هایی رو داشتن. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران حمله اسرائیل رو جنایتی آشکار و غیر قابل پنهان کردن خواند و تاکید داشت که جمهوری اسلامی در کنار لبنان و محور مقاومت باقی خواهد ماند. وزارت امور خارجه ایران هم حملات اسرائیل رو به شدت محکوم کرد و اون رو نشان دهنده فریب آمریکا و متحدان غربی اون دانست. در آمریکا آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با بیان اینکه این حملات شرایط خطرناکی رو ایجاد کرده، از طرفین دعوا خواست اقدامات بیشتری برای کنترل اوضاع انجام بده. در روسیه سرگی لاورف وزیر خارجه روسیه این حملات رو نقض آشکار حاکمیت لبنان دانست و هشدار داد که خاورمیانه در آستانه جنگی تمام عیار قرار گرفت. سخنگوی سازمان ملل ابراز نگرانی کرد از حملات شب گذشته و از طرفین دعوا خواست که خیشتنداری بیشتری داشته باشد. اما چیزی که مشخصه تنش‌ها در منطقه داره شدت می‌گیره و احتمال گسترش جنگ به خارج از منطقه اسرائیل و فلسطین و لبنان هم وجود داره. حتی این موضوع رو
بازارهای مالی ایران هم خودش رو نشون، تاثیرش رو نشون داده و دلار از روز گذشته با 2,000-3,000 تومان افزایش به نزدیک 62,000 تومان رسید. سکه هم که چند روزی بودش صعودی بود، الان با 4-5 میلیون افزایش قیمت به نزدیک 48 میلیون تومان رسیده. با توجه به اینکه تاکنون خبرهای زد و نقیزی در مورد وضعیت سلامتی نصرالله منتشر شده، پیشبینی آکی از این هستش که تا وقتی که وضعیت مشخص نشه، شدت تنش‌ها و همینطور بی‌ثباتی بازار ادامه خواهد داشت. اگه نصرالله واقعا در این حمله کشته شده باشه، احتمالاً شدت درگیری‌ها و افزایش قیمت‌ها بیشتر خواهد. برخی تحلیلگران معتقدند که ترور نصرالله میتونه منجر به آغاز جنگ تمام عیار میان حزب الله لبنان و اسرائیل و همینطور متحدان این دو طرف در منطقه باشه. اما بعد از این اتفاقات که در 24 ساعت گذشته رخ داد، رهبری ایران هم واکنشی نسبت به این ماجرا داشت. خیلی کم پیش میاد که رهبری به خاطر یه جنگ خارجی اطلاعیه یا بیانیه ای صادر کنه و خیلی به اهمیت این اطلاعیه و معانی که ممکنه داشته باشه اشاره داشتن و گفتن شاید ایران هم میخواد توی این جنگ دخالت بکنه و این بیانیه به نوعی تایید شروع جنگ تمام عیار خواهد بود. توی این بیانیه اومده بسم الله الرحمن الرحیم: هشدار مردم بی‌دفاع در لبنان، از سوی بار دیگر خوی درندگی سگ هار صهیونیست رو برای همه آشکار کرد و سوی کوتاه نظری و سیاست ابلهانه سران رژیم قاسب رو به اثبات. ترور حاکم بر رژیم صهیونیستی از جنگ جنایتکارانه یک ساله خود در غزه درس نگرفتن و نتوانستن بفهمن که هشدار دست جمعی زنان و کودکان و مردم غیر نظامی نمیتونه در ساخت مستحکم سازمان مقاومت اثر بذاره و اون رو از پا بیاندازه. اکنون همان سیاست حماقت‌آمیز رو در لبنان هم می‌آزماید. جنایتکاران صهیونیست باید بدانند که بسیار کوچکتر از آنند که به ساحت مستحکم حزب الله لبنان صدمه محکمی وارد کنند. همه نیروهای مقاومت منطقه در کنار حزب الله و پشتیبان آنها هستند. سرنوشت این منطقه رو نیروهای مقاومت و در رأس آن حزب الله سرافراز رقم خواهد زد. مردم لبنان فراموش نکردند که در روزگاری که نظامیان رژیم قاسب تا بیروت رو زیر چکمه ها قرار داده بودن، این حزب الله بود که پای اونها رو قطع کرد و لبنان عزیز و سربلند رو دوباره ساخت. امروز هم لبنان به حول قوه الهی دشمن متجاوز و خبیث و روسیه رو پشیمون خواهد کرد. بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستن و در رویارویی با رژیم قاسب و ظالم و خبیث اونها رو یاری کنن. و سلام علی عباد الله صالحین سید علی خامنه‌ای، 7 مهر 1403. خب رفقا، نظر شما راجع به حواشی و اتفاقات 24 ساعت گذشته چیه؟ به نظرتون آیا واقعا سید حسن نصرالله ترور شده و کشته شده؟ چرا بیانیه ای صادر نمیشه و مشخص نمیشه که آیا واقعا این اتفاق افتاده یا نه؟ سید حسن نصرالله در سلامت کامل هست. احتمالاً سیاست‌های کاری خودشون هستش که برای اینکه قدرت رو دست بگیرن و شرایط رو کنترلش رو در دست داشته باشن، خبر رو به این زودی‌ها اعلام نمی‌کنن که حالا یا مخفیگاه مناسب‌تری برای سید حسن نصرالله پیدا بکنن و یا هدفشون اینه که در ادامه جنگی که شکل گرفته نیروی پیروز اونها باشن تا نیروهای اسرائیل. حتما نظراتتون رو بر ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.